برای احمد مسعود شیرزاده دره پنشیر می نویسیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: برای احمد مسعود شیرزاده دره پنشیر. رضا احمدی از ایران. احمد پسر قشنگ پنشیر با آن چهره زیبای شرقی و چشمهای خالص ایران کهن که بوی ادکلنها را میشناسی و آداب لباس پوشیدن و راه کتابخانه ها را میدانی و وقتی پکول بر سر میگذاری شبیه کاشی مربی فیروزه‌ای و سطح بنای مدرنی در تهران معماری وجودت اصیل تر می شود. امید که همه ریشه هامان چون چاپارهای کهن در هم رسولی این کلمات یاری کنند تا از این پوستخانه نامری مجازی به دستت برسد. این روزها پیش از همیشه به تو نزدیکیم، چون ما همه همچون تو از افرادگری و تندروی دینی طالبانی خسته ایم. تو در حقیقت خشم و بز فروخته مایی. بغض و خشمی که دیرگاهی هست مغلوب ترس و ملاحظات رقت انگیزمان شد. تو و یارانت هم دوره و هم سن و سال خیلی از جوانهای ما هستید. جوانهایی که مغلوب جست حکس های انستاگرامی و لایک ها و تعریف های الگویی شده اند، اما تو برخلاف آنها استاده ای و مردانه می جنگی. روی کاغذ شاید تا چند روز دیگر زبانم لال شکستت دهند. روی کاغذ اما چه اهمیت دارد؟ مهم تاریخ است که در آن خواهند نوشت تسلیم تفکر طالبانی نشده ای و استاده ای. مگر پدرت را توانستن بمیرانند؟ او از همیشه زنده تر هست. تو تازه متولد شده ای. از روزی که در برابر تفکرات طالبانی قد علم کردی تازه به دنیا آمده ای. دنیایی که قبل از آن تران نمی شناخت. تو تمام نمیشوی، چون در درستترین جایی که یک آقازاده میتوانست بایستد استاده ای. خدا نخواهد، اما خونت هم هدر نمی رود، چون قرار هست پای درخت بیداری و آگاهی ریخته شود. بچه هایی که هنوز معنی عزت و ذلت را نمی دانند خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنی حکست را به دیوار اتاقشان می چسبانند و با همان تفنگ های چوبی از بازی عادی احمد مسعود بودن را در می آورند. تو دیر یا زود از یک جای سرزمینت بیرون می زنی و اسم رمز مبارزات آزادی خانه می شوی. اما اگر برخلاف رسم تاریخ این سرزمین بر سیاهی و جهل پیروز شدی، از تو می خواهم از قلمرو شگفتت با حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی، رودکی، نظامی، خیام و بیدل با دل مراقبت کنی. آنجا تا می توانی درخت بکارید، کتابخانه و سالون سینما و تئاتر بسازید، کبوترخانه بنا کنید، رباب و چنگ و بر آورید و با کودکان موسیقی و نقاشی و باد بادک سازید. بر اسکناس هایتان تصویر هرنمند و حریرود و آمو،
پلنگ سفید و قرچ و کبک و آهو و قله های نوشاخ را نقش کنید و قلب های مردمانت اتکا کن که از هر سلاح نیرومندتر است و می تواند خرمی را به آباد خانه ات بازگرداند. برایت نوشتم چون دور از تمام هیاهویای دور و برد در تو جوانی دیدم که شهر پیران این سرزمین را از بر می خواهند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.